داشتن تیرگان، داشتن نرگان، جشن صده، یلدا، اسفندارمز و بقیه جشن ها. در صورت این روز رو که نماد گذر به قول معروف چی شد؟ عجب گرفتاری شدی من. صدای من رو دارید دوستان؟ صدا مثل که همه چی به هم ریخته. عجیبه، برنامه من آمده که از کامپیوتر قطع شدم، پین خواست و عجیبه. نمیدونم، قول معروف ما با اجنه سر کار داریم. به دنبال اون جشن پیروزی مردم شیلی رو واقعا به همه انسان ها تبریک میگم، به دلیل اینکه اهمیت جهانی داره. اگه دقت بکنید، نئولیبرالیسم در شیلی نظریش متحقق شد توسط پینوشه و توسط به قول معروف در دسته یا بچه های شیکاگو مصابی یک مکتبی بوده که فریدمن اقتصاددان معروف اون رو جهانی کرد و برنده جایزه اقتصاد نوبل هم شد. پدر اقتصادی این مکتب، اما پدر معنوی فلسفی مکتب فون هایک، این سیاست مدار مثلا نظریه پرداز یا فیلسوف اتریشی الاصله که به آمریکا رفت و جواد گرامی سپاس گذاشت و این داردسته بچه های شیکاگو و مکتب شیکاگو رو راه انداخت. و این داستانم چون در دانشگاه شیکاگو بود و در اونجا متمرکز شده بودن به اصطلاح شهرت داره به این مکتب. و از این نظر که بخوایم مختصری از این مطلب رو بیان بکنیم، جا داره که بدونیم تاچریز که آمد معلمش یا رهبر معنوی تاچر همین فون هایک و اینا پیروی نظری هستن. فرمان روایی از آن کسی است که وضعیت اضطراری اعلام کند. همیشه باید توی وضعیت اضطراری امکان شوک فراهم میشه، شوک به جامعه و عنوان شوک درمانی شهرت در این نظر. فریدریش هایک قدیس حامی مکتب اقتصادی شیکاگو در بازگشت از سفر سال 1981 که خودش به شیلی رفته بود، به اصطلاح به قدری مجذوب آگوستو پینوشه شده بود که و
این کاری که برای بچه های شیکاگو انجام داده بودن، نشسته با دوستش خانم مارگارت تاچر گشته و نامه نوشته و مصرانه از ایشون خواسته تا از اون کشور آمریکای جنوبی به عنوان مدلی برای دیگرگون کردن اقتصاد کینزیانیسم بریتانیا استفاده بکنه. میدونید نئولیبرال ها از کینزیانیسم بیشتر نفرت دارن تا مارکسیسم. نه اینکه از مارکسیسم خوششون بیاد، ولی میگن کینزیانیسم آمده یه چیز التقاطی درست کرده، یعنی مدل برنامه ریزی و کنترل دولت رو از مارکسیسم گرفته و سرمایه‌داری رو از اون فعالیت بقول بازار آزاد ایدئالینا دور کرده. و همین دلیل این دولت هایی که بعد از جنگ روی کار اومدن به نام دولت رفاه شهرت دارن حاصل همین کینزیانیسمه. کینز هم که یک اقتصاددان معروف انگلیسی است که نظریاتش به اصطلاح بعد از جنگ حتی پیش از جنگ غلبه کرد. خب با توجه به اینها به اصطلاح خانم تاچر بهش گفت که امکان نداره ما مثل شیلی عمل کنیم. وضعیت جامعه اینجا متفاوته، در صورت بر یه پایه انتخابات و این مسائل هست و وضعیت اضطراری را نمیشه اعلام کرد. ولی این وضعیت اضطراری رو به وجود آوردن در جنگ مالویناس، جزایر فاکلند. هم آرژانتین به شدت به خاطر بدهی ها و بیچارگی هاش احتیاج به این داشت که افکار عمومی رو منحرف کنه. دولت کودتای آرژانتین و برصورت احتیاج به یک ناسیونالیسم یا شوونیسم مخصوصی داشت. این فضا را تاچر براش فراهم کرد. تاچر هم تو این جزایر فاکلند، انگلستان در حال ورشکستگی و مشکلات، توانایی حفظ این جزایر را نداشت، یعنی از لحاظ اقتصادی، چون خیلی جاها انگلیس مجبور شد در صورت همینطور در خیلی از جاها عقب نشینی بکنه. من جمله در خلیج فارس هم همین اتفاق افتاد و بازی هایی که در خلیج فارس به وجود اومد حاصل این ناتوانی انگلیس در منطقه بود. هزینه های نظامی، هزینه های حضور رو نمیتونست بپردازه و همین دلیل آمدند و مسئله تز ژاندارم منطقه‌ای به وجود اومد که این وظیفه رو به شاه سپردن. شاه هم یعنی انگلیسی ها حتی نمیتونستن جنبش ظفار رو چیز بکنن. عمان رو که جزء مناطق نفوذ کامل انگلیس بود کنترل بکنن. هزینه بسنگین بود. شاه باز این وظیفه رو انجام داد. چریک های ظفار رو سرکوب کرد و عملا نقش ژاندارمی منطقه رو که بیشتر مسئله کانال یا چی میگن به سلام تنگه دریای خلیج فارس و دریای عمان، این تنگه یا این گذرگاه اهمیت بسیار زیادی داشت که مسئولیتش رو به شاه داد. حالا این پدیده رو توی آمریکا هم وقتی که نگاه بکنیم، این مسئله
اقتصاد فریدمنی از زمان نیکسون شروع شد و نیکسون قرار بود که این تز رو پیاده کنه، ولی اون موافقت نکرد. نیکسون در نتیجه واترگیت رو براش درست کردن و مجری این سیاست هم کیسینجر و اون جنرال کی بود؟ الکساندر هیگ بود فکر کنم. اینا میبایست این نقش رو بازی میکردن و اینا هم همه دستنشانده های باشگاه روم است. اگر بخواید دوستان ریشیابی کنید خیلی از حوادثه که بعد اتفاق افتاد، باید باشگاه روم رو بشناسید که چه نقشه برای جهان کشیدن، صنعتی زدایی از کجا شروع شد، این اقتصاد چی میگم سوداگر مالیگرا رو چرا به وجود آوردن. و اتفاقا یکی از قربانیان به اساس صنعت زدایی هم خود آمریکا است که پیامدهای شومی هم برای خود آمریکا داشت که صنایع رو منتقل کردن به کشورهای دیگه مثل مکزیک، بعدها به جاهای دیگه و جاهای دیگه تا سر چین در آورد. یکی از دلایل اصلیش، یکی دیگه این که جمعیت جهان زیاد است و باید جلوی اینا رو گرفت. جمعیت زدایی به نام جمعیت اضافی ازش یاد کرد و این تز در مورد همه کشورها چیز شد و بیماری هایی که به وجود اومد که معروف هست دیگه، مثل بیماری های کشن مثل ایدز و مثل اینها، هنوز هم که هنوز این نظریه وجود داره که چیز آزمایشگاهی بوده. حالا با توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم، میدونیم که آرژانتین پرچم بلند کرد، ناسیونالیسم احتیاج بهش داشت، تاچر هم ناتوان بود، ولی وقتی که آرژانتینی ها رفتن این پاسگاه اونجا جزایری هم بودن، نه استراتژیک بودن، نه ثروتی داشتن، نه فلان، پرچم استعماری انگلیس بالا بود. در دوران قدیم این مناطق مهم بود برای درگیری با اسپانیایی ها، با درگیری با جنبش ها اینها، ولی موقعیت خودش دیگه از دست داده بود. وقتی که آرژانتینی ها رفتن اونجا نیرو پیاده کردن، به مرتبه احساسات امپراتوری مابانه چرچیلی در خانم تاچر روش کرد و در جامعه انگلستان محبوبیت تاچر به 20% رسیده بود. ولی وقتی که جهاد امپراتوری مابانه رو سر داد، اون روح خبیث استعمارگر در ملت انگلیس هم احیا شد، محبوبیت رفت بالا، کشتی ها برکت برامد و اونجا شاهد هستیم که موقعیت قوی پیدا کرد. اینجا بود که به اصطلاح اون شرایط اضطراری در انگلستان به وجود اومد. الان این محبوبیت داره و اعلام کرد ما از شر دشمن خارجی خلاص شدیم، رام باید به دشمن داخلی بپردازیم. دشمن داخلی کی هست؟ طبقه کارگر انگلیس، کارگران معدن که ما مدت طولانی در اعتصاب بودن و در صورت گارد ویژه رو برای سرکوب خونین کارگران فرستاد، اسباب و اینا که ده ها و صد ها نفر رو زخمی کردند و چیزای از این دست. و بعد از اون دیگه راه رو برای موقعیت اضطراری در اقتصاد فراهم شد و شروع کردن برنامه های نولیبرالیستی رو اونجا پیاده کردن و در آمریکا هم ریگان این پرچم رو بلند کرد و جلو رفت.
با توجه به این اوصاف الان میتونیم بفهمیم پیروزی گابریل بوریش 35 ساله در انتخابات ریاست جمهوری شیلی چه تأثیراتی رو جهان داره، روی ملت های آمریکای لاتین داره و چه پیامدهایی داره. در حقیقت میخ به تابوت در حال مرگ نئولیبرالیسم زده شد. شیلی قدیمی ترین پایگاه چپ‌های ضد استعماری، ضد امپریالیستی در آمریکای جنوبی بوده. یه بار دیگه شاهد شکست نیروهای راستگرا که مورد حمایت آمریکا بودن در انتخابات اخیر شکست رو چیز کرد و شکست های قبلی هم توی بولوی و جای دیگه هم داره تکمیل میشه. خب اینا همه از این نظر اهمیت داره که زوال قدرت رو در سطح جهانی میتونیم سنجش کنیم. وقتی که میگیم که آمریکا در حال زوال هست به این دلایله. من پیشبینی من همین بود که مثلا در شیلی چپ ها میبره. الان هم پیشبینی میکنم، نظرم میدم با قید احتیاط و اعتماد که در برزیل هم در صورت اتفاق خواهد افتاد و برزیل با کشوری با هم به اصطلاح وسعت 8-9 میلیون کیلومتر بزرگتر، یکی از 4 تا بزرگترین کشورهای دنیاست دیگه. اگر روسیه اوله و لازم وسعت جغرافیایی، چین دومه، آمریکا سومه، نه بکنم برزیل چهارمی یا پنجمی باشه. اهمیت بسیار زیادی داره توی توازن قوای بین المللی و منطقه برزیل. اگر برزیل هم به شیلی به پیونده، بسیاری از رویدادها توی آمریکای لاتین تغییر خواهد کرد. جبهه نیروهای کاستوریس، کوبایی ها، ونزوئلایی ها، بولیویایی ها، نیکاراگوئه‌ای ها، اینها تغییرات چشمگیری خواهد کرد. پیروزی نامزد حزب همگرایی اجتماعی که این آقای گابریل بوریش که جوانترین رئیس جمهور تاریخ شیلی هم هست و تقریبا میشه گفت آلنده رو زنده میکنه، یعنی تمام گفتهاش، تصویرهاش، حرکاتش و سرود همبستگی ملت شیلی که در خیابان ها میخوندن واقعا به اصطلاح شادی آفرین بود. خلاصه این پدیده رو نگاه بکنیم، شیلی در حالی پس از وقفه 3 ساله شاهد به قدرت رسیدن یه دولت چپگرا پس از دولت خانم باشله بوده و اونم خیلی محبوب بود. بعد از اون می‌بینیم که در آرژانتین، بولیوی، ونزوئلا، پرو دولت‌های همسو با هم دارن حرکت میکنن. حالا سوال اینه که آیا امکان داره روند برگرده، کودتا بکنن؟ همونطور که تلاش کردن توی ونزوئلا بکنن، نتونستن، شکست کنن. گوایدو رو انداختن جلو. 31 تن طلای ونزوئلا را انگلیسی ها مصادره کردن تحت عنوانه که اومدن گوایدو رو به رسمیت شناختند و بازی هایی که توی کاخ سفید و دوران ترامپ جریان هستی. اونم دیگه پذیرفت که شکست خورده و الان در صورت انگلیسی ها باید
انگلیسی های طلا دوست، همونطور که در ابتدا در دوران استعماری کهن آقای دریک، کاپتان دریک طلای اسپانیایی ها را دزدیده بود، اسپانیا هم طلای اینکاها و مایاها، تمدن های سرخپوست آمریکای لاتین دزدیده بودن. دزدای دریایی به جون هم افتادن و این دزد دریایی شد چی؟ جنرال شد، بعد لقب سر بهش دادن و بزرگترین خدمت رو به انگلیس این آقای دریک کرد. اینا حالا اگه فرصت شد این پدیده رشد این کشورهای صنعتی رو یه نگاهی هم بندازیم که ببینیم بر پایه چی رشد کردن و در کشور ما چه اتفاقی داره میفته و به چه دلیل باید از یک نظریه دفاع بکنیم، از به چه دلیل نباید بکنیم رو سعی میکنم با این مطالب توضیح بدم. در این میان اکوادور یک دولت سوسیالیست اما لیبرال و نزدیک به کاخ سفید داره. انتخابات اخیر شیلی در ترشاه دو نامزد رقیب بود و جالب اینجاست که در صورت رقیبش هم از طرفدارای بینوشه است و در حالی بیش از 55% آرای مردم در انتخابات به آقای بوریچ رأی دادن، این جوان خوب و به عنوان جوانترین رئیس جمهور این کشور برگزیده. رقیبش 55 ساله خوستو آنتونیو کاست هستش، از حزب حاکم دسترازی جمهوری خواه به عنوان جنرال پینوشه جدید شیلی شناخته میشه. کاس با لقب یک کمی بیش از 44% از 8,300,000 رأی صندوق رو به دست آورد، اما سالهاست خودش رو به عنوان ادامه دهنده راه دیکتاتور منفور مورد حمایت آمریکا در شیلی معرفی میکنه. همونطور که در برزیل هم شاهدش بودیم، بولسونارو و این دار دستم به سطح که ترامپیست بودن، نژاد پرست بودن، یعنی یه دوره نژاد پرست ها واقعا آمدن روی کار در آمریکا، در هندوستان، در برزیل و این مسائل رو وجود آوردن. هر صورت این آقای کاس جک، به نام جک معروفه، 44% از این رای را به دست آورد. خب همین دلیل بخش بزرگ از جامعه شیلی رو میبینیم که کم نیست 44%. یعنی به خاطر این میگم که پیروزی ها همیشه قطعیت نداره و همین دلیل باید حمایت بشه، جهانی باید حمایت بشه، متحدین باید حمایت کنن، دولت ایران باید به سرعت روابط خودش رو با شیلی فعال کنه. همونطور که کشورهای دیگه، البته چینی ها هوشیارتر از همه هستن و قراردادی رو با شیلی های بستن که برق از شیلی بخرن. حتما تعجب میکنین، برق از شیلی 15,000 کیلومتر کاب کشی زیر دریا بله شده. و این اتفاقات در جهان داره بیخ گوش ما اتفاق آره. من دیگه در مورد این که چه اتفاقاتی افتاد در دوران پینوشه، آقای فریدمن آن فون هایک میگفتن تمام ماشین های ژاپنی مدر ریخته، ساختمون ها داره نو میشه. یکی از ویژگی های نولیبرالیزم ظاهر رو درست میکنه، مثل همین چیزی که
در امارات ما میبینیم، همین چیزی که در ترکیه میبینیم. درست همین اتفاق افتاده. تو ترکیه هم ظاهرا همه چی تمیز شده، هتل های بزرگ، نمیفهم فرودگاه های بزرگ بین المللی، درجه یک، تمام اینها. ولی وقتی که میرید توی اقتصاد ترکیه که نولیبرالیسم برش حاکمه، شکنندگیشو کاملا میتونید ببینید. این روز افتاده که الان به اصطلاح لیر دائما سقوط میکنه و همه تصور میکنن که خب ترکیه که این همه منبع آب داره، این همه سد داره، این همه زمین مساعد کشاورزی داره، بزرگترین صادر کننده مواد غذایی و مواد اینا کشاورزی. نه، توی این داستان نولیبرالیز علوفش از بلغارستان میاره، نخودشو از هندوستان میاره، فلانشو از اونجا میاره. یعنی اینجوری نیست، یعنی اقتصادی نیست که حداقل توانایی مدیریت داخلی خودش رو خوب کنه. تعجب میکنیم که بعد از یک شوک کوچک یه مرتبه صف نان و بوران نان و نان جامعه رو دامنگیر شده، جامعه رو به این روز کشونده. خب حالا اینکه ما وارد این داستان شیلی ادامه نمیدیم، فقط خواستم این مسئله رو توضیح بدم که نولیبرالیسم چه بر سر ملت ها میاره و جنگ های نولیبرالیستی. این در حقیقت از سال 1991 جنگ ها دیگه جنگ های نولیبرالیستی است. حمله اول به عراق، بعد معاصر اقتصادی عراق، نیم میلیون کودک کشته شده، و حمله به افغانستان، حمله به یوگسلاوی، حمله به عراق، بعد حمله دوم، جنگ لیبی، جنگ سوریه. در این جنگ های نولیبرالیستی اسمشون رو بذاریم شاید قابل فهمتر باشه مسائل برای ما. و حاصل این پدیده مثلا در خاورمیانه اگه دقت کنید، الان وضعیت افغانستان وحشتناکترین وضعیت ممکن است. یعنی خطر فقر و نابودی انسان‌ها و کودکان بیداد داره میکنه. حتی گزارشی که توسط سازمان خاربار جهانی کشاورزی سازمان ملل منتشر شده، کشورهایی که در گیر جنگ بودن با ناامنی شدید غذایی روبرو شدن. به نقل از میدل ایست، ای گزارش جدید سازمان خاربار کشاورزی سازمان ملل موسوم به فاو نشون میده که عنوان مثال جهان عرب شاهد افزایش 91.1% گرسنگی از سال 2000 بوده. این افزایش چشمگیر گرسنگی بر زندگی 141 میلیون نفر تاثیر گذاشت. تاثیرات مخرب. خودتون میدونید که دیگه آمارهایی که در رابطه با کشتار کودکان شده رقم وحشتناک. زنان، غیر نظامیان، که اینا دیگه جنایت هایی رو کردن. در این نیویورک تایمز هم می نویسه که توسط این نیروهای ویژه آمریکایی به عنوان مثال پهپادهاشون از راه دور کنترل میشه، تشکیلات مستقلی دارن، میرن غیر نظامی رو قتل عام میکنن در همه جا، در سوریه لو رفته، در افغانستان بخشن لو رفته و به اعتراف کردن. یعنی این وضعیت رو ما شاهد هستیم. گزارش امنیت غذایی و تغذیه خاورمیانه شمال آفریقا که در سال 2021 منتشر شد بیان میکنه که
این افزایش در نتیجه بحران‌های طولانی، ناآرامی‌های اجتماعی و قرار گرفتن در معرض شوک‌ها و استرس‌های متعدد مانند درگیری‌ها، فقر، نابرابری، تغییرات اقلیمی، کمیاب شدن برخی منابع طبیعی، پیامدهای اقتصادی و منفی مربوط به این کرونا هم که دیگه ویروس کرونا بهش اضافه شده، این مجموعه رو ساخته که الان خاورمیانه خودتون هم میدونید که بخش ثروتمند جهانه یا بخش خوب جهانه با یه همچون آمارهای هولناکی روبرو میشه. در یکی از دستیاران فاو، نماینده منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در سازمان ملل، گفته که درگیری و تنش‌ها همچنان یکی از علل اصلی گرسنگی منطقه است، به طوری که تقریبا 53.4 میلیون نفر در کشورها و مناطق پرتنش با گرسنگی مواجه است. این مقدار 6 برابر بیشتر از کشورهایی است که در آن تنش درگیری وجود ندارد. یعنی 6 برابر بیشتر به خاطر این جنگ‌هایی که راه انداختن، دخالت‌های وقیحانه، به شدت وقیحانه نظامی، تنش‌های قومی که راه انداختن، تنش‌های مذهبی که راه انداختن و همش به خاطر چی است؟ منافع اقلیت ناچیز. رو شما فکر میکنید که مردم آمریکا سودی بردن؟ نه، یه درصد ثروتمند هست که تمام این صنایع رو دارن، بانک ها به خصوص بانک دارا هستن، وگرنه بازنده این جنگ ها خود مردم آمریکا هم هستن. 7 تریلیون دلار اینجا هزینه از جیب مالیات دهندگان آمریکایی رفته و حاصلش هم به جز ویرانی وجود نمورده. کارخونه‌های اسلحه سازی، حالا هر وقت من این سهام کارخونه‌های اسلحه سازی سقوط میکنه میاد پایین، من نگران میشم یه جنگ دیگه میخوان راه بندازن، چون یا باید اسلحه بفروشن، بودجه پنتاگون میره بالا، فکر میکنید چرا؟ بسیار برای اینکه این صنایع نظامی رو رو پا نگه دارن، اینا رو به پاشه، چون اقتصاد آمریکا، موتور اقتصاد آمریکا همین صنایع نظامی است. این پدیده ای است که از بعد از جنگ جهانی دوم شکل گرفت تا کنون ادامه داشت. پس بنابراین جنگ ها، تنش های منطقه ای، فروش تسلیحات، همه اینها ارتباط مستقیم با این منافع داره. و همین دلیلم وضعیتی که الان برای کشور ما به وجود میارن عنوان یک کانون تشنج فلان، تشنج تو ذات خود سرمایه داری است. بدون تشنج نمیتونه زندگی میکنه، بدون جنگ نمیتونه زندگی کنه، بدون غارت نمیتونه زندگی کنه، باید سیستم رو نگه داره. پس بنابراین باید دشمن تراشی کنه، شر تراشی کنه، یکی رو محور شرارت بکنه، یکی رو شیطان معرفی کنه. به عنوان مثال با خاطر بودجه نظامی دائما شوروی رو چی قرار میدادن؟ امپراتوری شیطان. الان چین رو به این قضیه قرار دادن. تازگی ها جالب بود برام، مطلبی میخوندم، بودجه نظامی 770 میلیاردی آمریکا 5% هم نسبت به گذشته رشد کرده. دیدم نوشته 701 میلیارد دلارش برای مقابله با چینه. ببینم که پولی نمیمونه برای مقابله با روسیه، پولی نمیمونه برای مقابله با ایران، چون اگر بیاد داشته باشید اینها ارزیابیشون از حمله به عراق چقدر بود؟ رامسفلد معتقد بود که
در عملیاتی که ما داریم 70-80 میلیارد هزینه جنگ عراق میشه، بعدش در منابع نفتی عراق مسلط میشین، دومین منابع نفتی خاورمیانه است بعد از عربستان، اونجا تیز میکنیم که خب ترامپ هم میگفت باید از این جنگ رو از پول عراقی ها، از نفت عراقی ها بگیریم، ولی اینا توی اولیه ارزیابیشونی بود، رفتن تو اونجا گرفتار شدن و هزینه ها به شدت بالا رفت، هم هزینه های مالی هم انسانی که کشته ها پشت کشته ها رفت بالا، مقاومتی که تو عراق صورت گرفت و همه این بازی ها نتیجه نداد و اغلب این نظریاشون هم شکست خورد، ولی ویرانی رو برای خاورمیانه آوردن. سومالی، لیبی و سودان بالاترین نرخ ناامنی غذایی را دارن، درسته که میدونین دوستانی که صحبت های من گوش میدن و اگه اجازه بدم جز آدم های بسیار باسواد هم، بسیار باهوش هم، مسئله دنبال میکنن و به خوبی میدونن که لیبی سطح رفاه مردمش از مردم اسکاندیناوی هم بالاتر بود و بچه از وقتی تولد پیدا میکرد تا دانشگاهش تمام بکنه همه چیش مجانی بود، وقتی هم فارغ التحصیل میشد اگر دولت کار بهش نمیداد مجبور حقوق بهش بود، به قول چیزا آبادانی ها فرنیچر برای خونه میداد، خونه براش میخرید و چنین امنیتی داشتن مردم لیبی، نه توی تحت عنوان دیکتاتوری قذافی و فلان این ملت به خاک سیاه نشوندن واقعا، که 3 میلیون فقط آفریقایی اونجا کار میکردن، که بسیاری از کشورهای آفریقایی از زندگی مردمانش از طریق کارگران و کارکنانی که در لیبی کار میکردن زندگیشون تامین میشد، همه اینا فرو باشه، فقط همین ترکیه به تنهایی 300 هزار ترک اونجا کار میکرد، کشور اروپا شرقی، لهستانی، بلغاری خیلی اونجا کار میکردن، ولی دیدیم که الان به اصطلاح این ملت و این کشور رو به فقری مبتلا کردن که زبان زد. سومالی، عراق و یمن رو داغون کردن، بیشترین شیوع سوء تغذیه رو در بین سالهای 2018 تا 2020 داشتن اینا، این در حالیه که برای کشورهای مثل لیبی، فلسطین یا سوریه به دلیل وضعیت ویژه‌ای که دارن آماری هم در دست نیست، اما سومالی و لیبی و سودان بالاترین نرخ ناامنی غذایی را الان دارن، بیشترم برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل اعلام کرده تعداد مناطقی و در یمن که از گرسنگی رنج میبرند در 2 سال اخیر این گرسنگان 3 برابر شده، جنگی که به اصطلاح سعودی ها با همکاری کامل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بر مردم یمن به اصطلاح به وجود آوردن و همجا جا داره که در صورت جنگ یمن این به یک معنا جنگ باب المندبه، جنگ دریای سرخ، دریای عرب، خلیج فارس در کنترل کامل ایران، یعنی ساحل گسترده توانه این رو داره که از خلیج فارس و این شارهای حیاتی اینجا حفاظت کنه و به همین دلیل ناامنی رو به اصطلاح به دریای سرخ کشوندن، این دوستای سومالیایی و این بازی ها بازی
عرب ها به خصوص عربستان و اسرائیل، یعنی ناامنی برای کشتی های دیگران رو ایجاد کنن و کنترل باب المندب رو. خلیج فارس 25% نفت و انرژی و اروپا از اینجا تامین میشه، آسیا همینجور، باب المندب همینجور. و به همین دلیل این دعواهایی که توی منطقه هست، ایران هم حق داره، میگه اگر آزادی شاراها یا دریاها برای شما میخواید تو خلیج فارس باشه، برای منم توی تنگه باب المندب باید باشه، تو دریای عرب باشه. ولی اونجا کشتی دزدی میکنن، نفت دزدی میکنن، فلان میکنن، ولی انتظار امنیت در خلیج فارس رو دارن. این پدیده باید پایان پیدا کنه. الان توضیح هم میدم اهمیت مطلب در چیه. در صورت اگر به این مطالب برخورد کنیم، فقط فلاکت و بدبختی نولیبرالیست و جنگ های نولیبرالیستی منطقه خلیج فارس رو و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و اینا رو در بر نگرفت. خودتون میدونید که در یونان چه بلایی سر یونانی آمد، جنبش های بسیار عظیم، حزب ترقی خواه آمد بکن. و وزیر اقتصادش جوان رادیکال، ایشون در صورت سیاست های ضد نئولیبرالیسم رو میخواست در کشورش پیاده کنه. همین بانکدارا، همین اروپایا، بانک آلمان، دوچه بانک، بانک جهانی و اینا رو در محاصره کامل قرار داد. اول پول تزریق کردن و جالب اینجاست که بسیار از پولایی که تزریق کردن توسط همین مورهای این پدیده نئولیبرالیسم از کشور خارج میکردن، میوردن کجا؟ توی اروپا، آلمان، اینا سرمایه گذاری میگن ملک میخریدن. همین بلا رو سر شوروی آوردن. 15 میلیارد به یلسین، دوران یلسین وام دادن بانک جهانی، یک قرانش نرفت شوروی یا روسیه، بلکه همین توی خارج به قول معروف همین اولیگارشی به اصطلاح وطن فروش سرمایه گذاری کردند و مردم روسیه رو بدهکار کردن. همین برای سر یونان آوردن، مردم یونان رو بدهکار کردن. الان فکر میکنی ترکیه چه وضعی داره؟ نزدیک 500 میلیارد بدهی داره به بانک ها. اینا به روزی میشوننش که همون وضعیت یونان بشه، یعنی به وضعیت برشکستگی میکشوننش. بعد چی؟ بعد دولت باید چوب حراج بزن، تمام فرودگاهاشو و این بانکدارا میان میخرن، یعنی با قیمت برشکستگی به جای بدهیاشون برمیدارن، نه اینکه میخرن. همونطور که تمام فرودگاه یونان رو دوچه بانک خرید، برداشت، بانک جهانی خرید و این بلا رو سر ترکیه هم میارن. این بلا رو سر خیلی از کشورها آوردن، فقط ترکیه نیست و اولین آخرینشون هم نخواهد بود. ها، پس بنابراین ما با یه همچون سیستم جنایتکاری در یونان، یکی از شروط این که به اصطلاح بتونن وارد یونان رو نگه بدارن، غیر از ریاضت های اقتصادی که دادن، حقوق بازنشسته ها باید فران بشه، حقوق کارگرا باید فران، تمام دیگه بانک ها تعیین میکردن. دولت رفاه را کلن، وظایف دولت رو در رابطه با رفاه اجتماعی باید از بین ببره، دیکته کردن و مجبور کردن این وزیر اقتصاد به اصطلاح مخالف نئولیبرالیسم رو اخراج کنن. حالا
با توجه به این اوصاف هست که ما با پدیده‌های معینی روبرو هستیم. خب دوستان عزیز، بازی قدرت رو هم در سطح جهانی اگه دنبال کنیم بد نیست. و اضافه بکنم که و تأکید بکنم که به قول معروف مسئله پول اهمیتش در کنترل ملت ها چقدر زیاده. پرزیدنت جیمز گارفیلد در سال 1881 گفته بود، از پرزیدنت های آمریکاست، یه هر کس پول ملت رو کنترل میکنه آن ملت رو کنترل میکنه. راه کنترلش هم همین وام ها و قرض ها و اینا یکی از چیزاش، یا وابستگی پول به دلار آمریکا. خاطر همین هم هست که چین و روسیه و اینها مبادلاتشون رو از دلار دارن به شدت خارج میکنن. هنوزم دلار 80% معاملات جهانی با دلار انجام میشه و امیدوارم که دوباره بریکس فعال بشه و پول آلترناتیو رو بذاره. به همین دلیلم هر چقدر از دامنه دلار فاصله بگیری خوشبختی بیشتری خواهی داشت. به همین دلیلم سیاست جدید دولت ایران سمگیری به طرف شرق، به طرف شانگهای، به طرف معاملات پایاپای، به طرف اینا همه از بازی دلار فاصله بگیرن به نفعشون. البته به ضرر یه عده تمام میشه. اونایی که میخوان اختلاس کنن به ضرر دزدا، اینایی که پولا رو خارج میکنن، پولا رو به آمریکا میبرن، پولا رو به کانادا میبرن، اینها به شدت ناراحتن. دیگه و خود معاون رئیس جمهور جان گاردنر در سال 1933 درباره بانکداران بین‌المللی گفت: آقایان محترم، ملازم می‌فرمایید که چه کسی صاحب ایالات متحده است؟ بانکداران. چارلز لیندبرگ نماینده کنگره از ایالت مینوسوتا 1920 میگه حراس های بی جهت مالی به طریق علمی خلق میشه. بانکدارا کیان؟ صهیونیست هاست یا یهودی ها یا زرسالاران یهودی. در اینجا خاندان روچلد و میرامشه میگه اختیار خود همین روچلد میگه اختیار اقتصاد ملتی را به من بدهید، من دیگر اهمیتی نمیدارم که قوانین اون کشور چی می نویسن، قانون گذاراش چی می نویسن، فقط اختیار اینا به من بدید از طریق بانک ها. خب و وقتی که ملتی پریشان میشه، آیندهش رو به خطر میندازن، اونجاست که میگن مثلا 1970 همین که یکی دلاری که نولیبرالیزم اومد و گرفت، برای اینکه مردم آمریکا در یک وضعیت استراب و نگران نسبت به آینده دوسرا قرار گرفتن. در سال 1970 نشریه تندرستی امروز که نامش هست در آمریکا، انجمن پزشکی اون رو منتشر میکرد، یه سالانه 40 میلیون نفر از آمریکایی‌ها مبلغ 200 میلیون دلار به 5000 فالگیر میدن تا آیندهشون رو پیش بینی کنن. یعنی وقتی ملت نگران میشه آیندهش از دست میده، میدان به دست فالگیرا و اینا میفته. علاقه به طالبینی رو به افزایش بود. اون موقع 1750 روزنامه در آمریکا وجود داشت، 1200 روزنامه چی از ستون طالبینی داشتن. 60% مردم آمریکا در اون سال
به جادوگری اعتقاد داشتند. فقط در یک سال آمریکایی‌ها بیش از 2 میلیون تخته ویجا، یه نقطه است که باش بازی میکنند و به اصطلاح ظاهرا آینده نگری میکنه و از این داستان ها. یعنی این فرهنگی است که در جامعه رشد میدن. حالا به همین دلیل به قول معروف این پدیده رو وقتی که ما میخوایم نگاه بکنیم میبینیم که اینا به اصطلاح همینجوری تصادفی نیومدن. از دهه 70 باشگاه روم به این نتیجه رسید که جمعیت جهان زیادیه و اسمم روش گذاشت جمعیت به درد نخورد، این باید بمیره. خب اینا جنگ ها را منداختن در دوران بحران ها، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. این سپاه بیکاران و بیخانمانان رو با تبلیغات شوونیستی روانه جنگ میکردن، میلیون ها میلیون نفر اینا رو بکشتن میدادن. این هم حاصل بحران های نظام سرمایه‌داری بوده. در اون موقع این شکل ها کنترل میکردن نابسامانی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همه این چیزها رو. ولی بعدها این امکان جنگ جهانی را انداختن از شون سلب شد، جنگ های منطقه رو را انداختن. از 1991 هم از بعد از اینها جنگ های نولیبرالیستی که بیچارگی گسترده رو به وجود آورد. اتفاقا این پدیده که الان خدمتتون عرض میکنم کتابی از آقای برنارد لوی، یه سیونیست یهودیه که بسیار دهه 70 معروف. ایشون مؤلف کتابی زیر عنوان دورنمای زمان و اخلاق که یکی از انتشارات باشگاه روم بود. اگر بخوام در مورد باشگاه روم یه روز اینجا برای دوستان توضیح بدن، این چه شبکه مخوفی بوده. تازه خود این مجموعه که شبکه مخوفی بوده، تازه این زیر دست اون به قول معروف الیت جهانی است. دولت پنهان بهش میگن، دولت بانکدارا، دولت اونا. اونا همه چی رو کنترل میکنن. ایشون میگه یکی از روش های اصلی برای از بین بردن اخلاق از راه وحشت به این شکل امکان پذیره. شخص رو یا یه ملت رو در مقام تردید به اصطلاح باید قرار داد، نتونه برنامه ریزی کنه، نتونه آینده نگری کنه، نتونه پیش بینی کنه، توی وضعیت تردید باید قرار داشته که از موزه فکری خودش ناآگاه باشه و ندونه در انتظار چه چیزی هست، چه چیزی باید باشه. علاوه بر اون اگر دودلی ها میان انضباط سخت و برخورد مطلوب با زندگی با انتشار اخبار متضاد همراه باشه به گونه ای که فرد در موقعیت نامعلوم قرار بگیره یا ملتی در موقعیت نامعلوم قرار بگیره، در اون صورت در شناخت راهی که او را به مقصود نزدیک، مقصدش نزدیک میکنه یا از آن دور میسازه دچار سرگردانی کامل میشه. در چنین شرایطی حتی کسانی که دارای آرمانهای شخصی بزرگ هستند و برای هر گونه خطری و مشکلی حاضر به خطر کردن هستن و آمادگیشو دارن، بر اثر تضاد درونی خودشون نسبت به آنچه باید انجام برسونن دچار تزلزل خواهند شد و اون موقع است که این ملت از درون داغون میشه و بسیاری از مطالب رو به وجود میاره. این نظریه رو کاملا میبینیم که در مورد همین الان ملت ایران دارن پیاده میکنن، در وضعیت نامعلوم قرارش بدن.
خودت تصمیم گیری ازش سر کنن و تمام این نیروهای اپوزیسیون چیزی جز تحقق این چیزی که این آقای برنارد لوین بسرا هزار دهه 70 اینا رو گفتن در همین راستا حرکت میکنن، ملت ایران رو نسبت به آیندهش نامید کنن، بدبین کنن، آینده تیره و تاری رو چیز بکنن، دوری فروپاشی بیارن و جنگ داخلی و مطالبی از این دست. مردم سردرگم خب خودشون هم میدونن، اون موقع تن به دیکتاتوری میدن، تن به دولت نظامی ها میدن، تن به همه این چیزا میدن و همین رو در خیلی جاها پیاده کردن و فروپاشی اخلاقی ملت رو ترتیب دادن. حالا با توجه به این اوصاف خوشبختانه داشتن این بلا رو ملت روس می‌بردن که تونست خودش بکشه بالا، جهش بکنه و تونسته توازن و قوا رو به اصطلاح به هم بزنه و مسکو حضور ناتو در مرزاش با روسیه رو به معنای آغاز جنگ اعلام کرد. دیروز مثل که برای اولین بار این علامت جنگ رو روسا نشون دادن، چون از طریق هر حرکتشون پیام های ویژه رو صادر میکنن. تیم هاکی روی یخش روسیه معروفه، همیشه جایگاه بالا داره، مقام های اول و سوم داره تو دنیا. این دفعه توی مسابقه لباس شوروی رو پوشیدن، سی 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 پی، لباس معروف. بعد اروپایا ناتویا به وحشت افتادن، اینا اعلام جنگ. یا گفتن اونجایی که شما حرف آقای لاوروف رو بسیار گوش نمیدین، شویگو میاد جلو. یعنی نماینده دیپلماسی شوروی کی است؟ آقای لاوروف. وقتی که نمیخواین از طریق مذاکره و گفتگو مسائل رو پیش ببرین، خب اون موقع با وزیر جنگ طرف هستی، همون که وقتی که سیاست به بن‌بست میرسه جنگ آغاز میشه. این منطقی شناخته شده است. خب و در صورت یوشکوف رئیس کمیسیون امور سیاست گذاری اطلاعاتی شورای فدراسیون روسیه گفته که در با رادیو روسیه گاورید مسکو، یعنی به اصطلاح مسکو سخن میگوید، مطرح کرد گسترش همکاری های نظامی ناتو و اوکراین به منظره تدارک حمله و آغاز جنگ با روسیه است. اینا مسئله گسترش ناتو به شرق رو هنوز دارن دنبال میکنن. اما شاهدش هستیم که به اصطلاح وضعیت در جبهه‌های دیگه داره تغییر میکنه. چین و روسیه برای رقابت با سامانه‌های موقعیتی به آمریکا و اروپا همکاری تنگاتنگ خودشون رو شروع کردن. این دقیقا این همکاری است که با ایران هم شروع کردن و مسئله ارسال ماواره و اینایی که الان ناتو و غربی ها رو خیلی عصبانی کرده، موقعیتی است که ایران در سطح ماواره ها به دست داره میاره که بتونه تمام اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا رو به اصطلاح با تلسکوپ های بسیار دقیق رصدیابی کنه و این سطح همکاری ها در حال گسترش. چین و روسیه برای رقابت با سامانه های موقعیتیاب جهانی ایالات متحده و اروپا
همکاری نزدیک خودشون رو آغاز کردن که این مهمترینش این موشک های کروز، موشک هایی که هدایت میشن، تمام سیستم های هدایت شونده از طریق این ماهواره ها هستن. این برتری هم روسیه و چین دارن که ماهواره های ماهواره کش دارن، غربیان ندارن. یعنی که اگر شرایط به جنگ بکشه تمام سیستم های موقعیتیاب آمریکا و اروپا مختل میشه، از کار میفته. سیستم های موشک های هدایت شوندهشون از کار میفته، تمام سیستم های جهتیاب و ارتششون از کار میفته. در صورت این ماهواره ها در کنار جی پی اس آمریکا و گالیلو اروپا بخشی از مجموعه سامان ماهواره ناوبری جهانی هستند. سامانه ویدئوی چین با 35 ماهواره نقاط جغرافیایی دقیق رو در اختیار کاربران غیر نظامی و نظامی قرار میده. و چین توافق دو جانبه در این سطح و در واقع سطح بالای اعتماد نزدیکی مسکو و پکن بدین معناست که اگر جنگ در قسمت اروپایی را بیفته قطعاً چین وارد گود خواهد شد و به اعتقاد من ایران هم وارد گود خواهد شد. اجتناب ناپذیره، چون تعرض غرب و ناتو و هر کدوم از این جبهه ها و پیشروی به ضرر مناطق دیگه است. اگر در روسیه پیشروی کنه به ضرر چین و ایرانه، اگر در ایران پیشروی کنن به ضرر روسیه و چینه، و به همین دلیل یه وضعیت ویژه‌ای به وجود اومده و بر اساس این ارزیابی ها در همه سطوح باید این بازی قدرت جهانی رو به اصطلاح چیز بکنه. یکی از برتری ها موشک های فراسوده که چین و روسیه کاملا به اون دست رفت و ایران هم به موشک های چند پیکانه، اگر بگیم چند کلاهکی کاملا دسترسی پیدا کرد و با برد بسیار بلند و طبیعتا میتونه واکنش بسیار تند و کوبنده نسبت به اقدامات اسرائیل از خودش نشون بده. اما آمریکا این موشک های فراسوت رو سومین بار امتحان کرد، ناکام نتونسته که با سرعت وحشتناک حرکت میکنن. مثلا به عنوان مثال موشک های چینی یه دور اول دور کره زمین به سرعت میرن و بعد به جایی که از قطب شمال آلاسکا وارد خاک آمریکا میشن از قطب جنوب میرن. هیچ سیستم پدافندی اونجا آمریکا نداره، تمام سیستم های چیزهای پدافندیش را رادارهاش اون تشکیلات هارپش همه اینها در آلاسکا است و اینا هم به شدت آسیب پذیرن. و به همین دلیل هم افسر اجرایی جنرال ادکانیت، افسر اجرایی مسئول برنامه واکنش سریع پرتاب هوایی، در این باره گفته که نیروی هوایی آمریکا روز پنجشنبه 15 دسامبر تلاش کرد تا موشکی رو که به اصطلاح با نامگذاری معین هست رو آزمایش کنه. این موشک از طراز یک بمب افکن استراتژیک B-52 پرتاب شده. این جنرال با بیان اینکه پرتاب به دلیل مشکلات نامعلوم متوقف شده اعلام کرده که موشک خاک ملت ها، خاک کشورهای دیگه رو به توبره می کشن و این مطالبی است که چیز میکنه. در زمین های دیگه هم همین وضعیت رو برام جان سپاسگزارم، شاهدش هستیم. اما این روزا اسرائیلی ها یاوه‌گویی رو از حد گذروندن. بیان میکنن که
وزیر دفاع اسرائیل دیگه به زودی شاهد عملیات رسمی و غیر رسمی در قبال ایران خواهیم بود. یعنی با پذیرش این که در شهادت سردار سلیمانی نقش داشتن اولین بار اعتراف کردن، خیلی معنا داره. و اینکه شماره تلفن هاش و شماره سه شماره تلفن دستیش رو داشتن، خود این باید پیگیری بشه که از کجای اطلاعات رفته، از داخل ایران کی هست. متاسفانه این است. بنی گانز وزیر دفاع اسرائیل میگه که حکومت ایران در مذاکرات وین دستش خالیه. اتفاقا دستش کاملا پره. میخواییم به هم بزنیم، به هم بزنیم. ایران راهش باز میشه برای چی؟ یعنی که این گذر شیب آخر رو خیلی سریع طی کنه، به کشور کاملا هسته‌ای تبدیل میشه. ولی ایشون میگه دستش خالیه و هدفش صرفا طولانی کردن گفتگوها بر سر برنامه اتمی کشوره. وزیر دفاع اسرائیل ابراز اطمینان میکنه که به زودی و طرق مختلف شاهد عملیات رسمی و غیر رسمی خواهیم بود. این تهدید میکنه. من فکر میکنم این تهدیدات میتونن شروع کنن، طرف جنگ رو میتونه شروع کنه، ولی دیگه این ذهنیت رو که پایان جنگ هم دست خودشون باشه فراموش کن. اون دهه 70 و 60 و 70 گذشت که اسرائیل میتونست عملیات برق‌آسا انجام بده، نیروهای هوایی کشورهای مصر یا سوریه یا اردن یا اینا رو نابود کنه، اینا رو فلج کنه و توی وضعیت خاص قرار بده. موقع برتری هوایی بود و ابزاران بید. الان قدرت پدافندی اسرائیل بیشتر شعاره. تو جنگ 33 روزه اثبات شد، تو جنگ با حماس هم کاملا اثبات شد که به اصطلاح توانایی حتی مقابله با حماس و حزب الله را نداره. جبهه شمال سوریه هم باز شده و اونجا آشیانه های بسیار زیاده موشک به وجود اومده و تازه یمنی ها سر جای خودش هستن و خود ایران این توانایی رو داره که اسرائیل رو به نقطه صفر برسونه. اینا میتونن جنگ شروع کنن، میتونن هواپیما رو بفرستن، ولی من باور دارم تهدیدات ایران جدیه. هر کشوری که هواپیمای اسرائیلی از فراز مرز بگذره اطمینان دارم به اون کشور حمله خواهد شد. این رو مجسم کنید، از خاک امارات رد بشه با 4 تا موشک، تمام سیستم شیشه‌ای فرو می‌پاشه. بعد از خاک عربستان خواهد بکن. من فکر کنم باید دیگه آرامکو رو بذارن کنار و گرانترین شرکت جهان هم از آرامکو و از یمنی ها تا ریاض پیش خواهند رفت. دیگه اون موقع با قول معروف هم که جبه بندی میشه، یه جنگ خاورمیانه، یک جنگ گسترده و بدون اینکه آیندهش معلوم باشه، یعنی پایانش معلوم باشه، به وجود خواهد. و همه اینا به اصطلاح روی مسئله یا به گویه زیادی میکنن اسرائیل یا به اعتقاد من، ولی فرض رو بذاریم که اینا چیکار کردن، این دیوانگی رو داشتن و دارن که جنگ رو آغاز کنن. اما وزیر دفاع اسرائیل رو چی حساب باز کرده؟ روی وضعیت وخیم اقتصادی، فرصتی برای شکست حکومت ایران است. خب بس آقای بنی گانز
وزیر دفاع اسرائیل میگه وضعیت وخیم اقتصادی و رنج مردم ایران از شرایط اقتصادی داخل ایران و مشکلات داخلی عدیده که در این کشور وجود داره یک فرصت برای شکست دادن حکومت ایران. بحث مهم اتفاقا تو اینجاست که الان ما برخورد میکنیم با اینکه ستون پنجم اسرائیل کیا هستن و تو زمین اقتصادی کیا هستن که این وضعیت دارن و مانع اصلی صنعتی شدن ایران هستن. مانع اصلی بزرگی ایجاد کردن در رابطه با سرمایه گذاری چین. 450 میلیارد قرار رو سرمایه گذاری کنه. آقای خامنه در دیدار با شی جین پینگ سال 94 توافق کرده بود و پید بسیار بلند پایه چینی اومده بود به ایران با 6 وزیر و 3 معاون وزیر و هیئت ها در همه زمین ها. فقط در نظر بگیرید که به اصطلاح چین در زمینه توریست مقام بزرگ و بالایی در جهان داره. سال 1 میلیون چینی اگر می اومدن ایران که یکی از چیزاش هم گسترش گردشگری بود، اون موقع می فهمیدیم حداقل 1 میلیون می اومد. چه ثروت چه پولی وارد ایران می شود، چه شغلها ایجاد می شود. دیگه اصفهان احتیاجی به نمیفهم آبدوزی و نمیفهم صنایع فولاد کزا و اینها نداشت و میتونست باعث تحولات بسیار زیادی بشه. پس بنابراین اینجا الان اسرائیل تاکید میکنه که در 1.5 سال اخیر توان نظامی خودش رو تقویت کرده ولی توان حمله نداره. این عمق استراتژیکی که ایران داره، تأسیسات اتمی پراکنده، حتی اگر موفق بشه اونا هواپیمای سوختگیر نداره اسرائیل، فرض کنیم که ظرف 4 سال آینده بوئینگیس چیز رو به ایشون بده، خب به اصطلاح تا اون موقع همه الان ماوارا، همین ماوارای روس و چین رو گفتم، خود سیستم ماورای ایران، حرکت هواپیمای F-35 رادارگریز اینا رو که میگن از بالا کاملا رصد میکنن، کاملا، و نمیتونن از اون بالا کلک بزنن در برن. از پایین میتونن رادارها رو کور کنن، فرض کن، و کاملا پدافند ایران. این موشک یاور چی است؟ اما موشک S-400 روسی است. یعنی S-300 داره ایران، ولی اون موقع چون به اصطلاح توی شرایط خاصی بود، تمام کمک هم تکنولوژی هم کاری لازم رو کردن روسا و چینی ها، همه اینا. خود ایرانی ها به شدت توی زمینه موشکی آفندی و پدافندی جوانای بسیار پیشرفته هست و اینا از زیر سیستم پدافند ایران نمیتونن در برن، بیان بزنن در برن، بزنن هم فرض کن خسارت وارد کنن، دیگه امکان بازگشتشون نیست، چون فرودگاه بن گوریون، فرودگاه اینا هم تمام موشک باران خواهد شد. از 3 جبهه هم موشک باران، 4 جبهه موشک باران خواهد شد. خود ایران، حزب الله، حماس و سوریه. حالا توانایی پهبادی روسیا هم سر جای خودش که تا عمق دریای سرخ، اونجا که دریای مرده بیت چی میگن، در دریای مرده که میره به طرف اون شیری که به خاک اسرائیل میرسه، روسیا تا اونجا هم پیش رفته و به همین دلیل به اصطلاح آسیب پذیری های ایران به زمینه
بسیار چیز است. تمام برنامه هایم اینا را انداختم روی جنگ های مذهبی، به خصوص روی جنگ شیعه و سنی. اینا خیلی سرمایه گذاری کردن و همه اواخرم باز شاهدش هستیم که سعی میکنن شیعه رو به جون سنی ها بندازن. این آخوندی که جدیدن اظهار نظر کرده این رابطه است و جنگ مذهبی را بندازن، جنگ قومی را بندازن، پانتور پیس بازی در بیارن، مهره هم دارن ها. ولی ایران ویژگی هایی داره که میتونه تمام اینا را به صورت دفع کنه. وقتی که موجودیت ایران به خطر میفته بازی فرق کنه. خب حالا با توجه به این اوصاف من به اصطلاح شاهدش هستیم که مطالب قابل توجهی در کشور وجود داره که به اونها بپردازیم. خب یکی از چیزی هم که میخواستم خدمت دوستان عرض کنم، این نئولیبرالیسم فقط بیچاره نکرده کشورهای در حال توسعه یا کشورهای فقیر، خود کشورهای پیشرفته را هم نابود کرده. به این زمینه فقط به اصطلاح اضافه بکنم که رکورد فقر در آلمان شکسته شد. فقط گزارش که دی ولت، روزنامه معروف آلمانی، بر اساس ارزیابی انجمن مشترک رفاه در آلمان در سال 2020 منتشر کرده، 16.1% مردم آلمان در زمره افراد فقیر قرار گرفتن که شامل حدود 13 میلیون نفر هستند. یه رقم به شدت بی‌سابقه‌ایه. حالا من وارد جزئیاتش نمیشم که تازه منابع دیگه معتقدن رقم از این بالاتره. یعنی این پدیده به اصطلاح فقر که از دل نئولیبرالیسم در اومده بسیار بسیار فراتر از این صحبت هاییست که ما داریم. خب بیایم روی این مطلب که اون ستون پنجم اقتصادی که به اصطلاح اسرائیلیا روش مکس میکنن، این کجاست؟ اسمش بذاریم آلکاپونیسم. یعنی یک نوع اقتصاد آلکاپونیستی به وجود اومد در سالهای قدرت رفسنجانی، خاتمی، روحانی و اینها، به خصوص این نوع آلکاپونیسم است. آلکاپون باز به قول معروف کار تولید میکرد، ولی اقتصادی که اینا به وجود آوردن به اصطلاح وضعیتش از این فراتره و طلبکارم هستن، خودشون هم کارآفرین مینامن. گزارش تکان دهنده درباره یک فقر قاچاق ارز توسط بانک مرکزی و دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران، یکی از آلکاپون ها خود روحانی است. دیوان عالی کشور با رأی اعاده دادرسی در پرونده ولی الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاونشون در امور ارزی و دیگر متهمان پرونده موافقت کرد و قرار شده این پرونده که در اصل پرونده قاچاق ارز و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور نام داره، برای بررسی مجدد به شعبه هم ارز ارجاع بشه. سرمایه‌داری اینجوری که یه شبه تو بتونی میلیونر یا میلیاردر بشی، این دیگه یه سرمایه‌داری انگلی به اصطلاح
سرمایه‌داری هم نیست. مثلا ارز 4200 تومانی بگیری از طریق دلال برداری ببری به بازار ارز 25000 تومان یا 30000 تومان بفروشی، اون یه شبه هر الدنگی هم میتونه میلیونر بشه، میلیاردر بشه. زیادی نبشه، هوش داره، نه ذکاوت داره، نه تحصیل داره، به هیچی هم احتیاج نداره. اسلام به اصطلاح به همین مناسبت در گزارش درباره این پرونده نوشته از اواسط سال 96 احمد عراقچی ولی الله سیف برای به اصطلاح مهار تحت عنوان مهار نوسانات بازار ارز تصمیم گرفته مقادیر ارز رو به صورت غیر قانونی و محرمانه به بازار ارز، بازار قاچاق ارز وارد بکنن. برای این منظور میثم خدایی مشاور دفتر رئیس جمهوری وقت حسن روحانی و اینا هم جوانی به نام سالار آقاخانی رو با هم دو معرفی کردن تا مسئولیت فروش ارز به کشور رو با در بازار قاچاق محرمانه هدایت بکنن. خب این 600 تا صراف وجود داره، اینا 15 تاشه در رو دستچین کردن، معاملات ویژه با دلالان و قاچاقچیان ارز رو پیش بردن. برای به نظر شما این اصلا سرمایه داری هست؟ این کاپیتالیسم هست؟ این فلان حتی این هم نیست، یعنی دوز بازار بوده. یعنی آقای روحانی به جای اینکه رئیس جمهور کشور باشه، ایشون حتی از آل کاپون هم بدتر بوده. آقای رفسنجانی نه آل کاپونیزم هستن، یه مطالب زیادی رو برای مملکت خلق کردن. حالا من وارد جزئیات بیشتر این نمیشم تا به مطالبی در این راستا به اصطلاح بهش مشاهدید بکنم. خب اینا در همین راستا به اصطلاح جای مفسدان اقتصادی زندان نیست، از نبوغ آنها استفاده کنیم. روزنامه اصلاح طلبه همون چیزی که اینجا بیان کردم که باید ملت رو گیج کرد، ملت رو در تصمیم گیری به اصطلاح مختلش کرد، انسان روی کار بکن تا خود تصمیم گیری نداشته باشه، توی خلا برنامه ریزی نداشته باشه، آینده نگری نکنه، اون ملت فلج میشه، لاز اخلاقی فرو میپاشه، ارادش در هم میپاشه و اون موقع موقع حمله است، موقعی است که میشه مدیریت کرد، هر جا دلت خواست این جامعه رو هدایت کرد بر همچون بستری است که وزیر جنگ اسرائیل این مطالب رو بیان میکنه. خب روزنامه های داخلم در خدمت هم هستم، تمام روزنامه های اصلاح طلب در محدوده چکار فلج کردن روحی، ناامید کردن ایران و ایرانی به توانایی خودش، به اراده خودش، به اینا دارن شب و روز دارن حرکت میکنن و یه مشت آل کاپون رو میخوان به عنوان کارآفرین به مردم غالب بکنن. به عنوان مثال روزنامه شهر، یکی از روزنامه های به قول معروف مهم اصلاح طلب ها هستش، با عنوان امنیت غذایی فعالان اقتصادی، فعالان اقتصادی به قلم محمود علیزاده طباطبایی وکیل اصلاح طلب که در پرونده های مربوط به خاندان رسل هاشمی رفسنجانی، همچنین پرونده محمد علی نجفی قاتل دختر که بوده نوشته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان اقتصادی، اونم با قوانین تفسیری که قانون مربوط به مجازات اخلالگران در نظم اقتصادی میشه چیکار میکنه، باعث فلج شدن اقتصاد میشه و فلان و اینا. اینا پر است از این مطالب که این روزنامه ها می نویسن تا اراده را از بین ببرن. اراده کجاست؟ تو قوه قضایی هست دیگه. اگه می خواهید با دزدا و اختلاسگرا
مبارزه کنید باید به سری دوزه رو بگیرید. اگر میخواییم نظم اقتصادی بید، اینا میگن اینا نبوغ دارن و نباید اینا رو دستگیر کرد، باید اینا رو به کار گرفت. یعنی عملا روزنامه ساعت‌طلب آفتابی هستم در مطلبی با عنوان نسخه شهرام جزائری برای اقتصاد کشور نوشته، شاید کمتر کسی باشه که نام شهرام جزائری نشنیده باشه و دادگاه و جلسات دادگاهیشون رو تماشا نکرده باشه. زمانی که صحبت از اقتصاد هنوز موضوع نبود، این جوان تونسته بود کلی کارا کنه. بیاد دارید فقط 300 میلیون تومان شهرام جزائری به کی داد؟ به کروبی داد، به هادی خامنه‌ای، همین که الان تو تیم اصلاح طلبا هست، 150 میلیون تومان. یعنی اینجوری که این احمدی‌نژاد یخه کروبی رو تو مناظرات گرفته بود، تو راهرو که می‌رفتن این تحریکش میکرد، عصبیش میکرد، میپرسید از این 300 میلیون چیکار کردی؟ فلان داری؟ تحریکش میکرد. آخر سر کروبی گفت، در اومد بهش گفت خرج مادرت کردم. یعنی ای آقایون که اینقدر از اصلاح تر، از این اختلاسگرا و دزدا و اینا چیز میکنن، مثلا مهدی گاوکش، مهدی هاشمی که تو قراردادهای کرسنت و از اون چی بود نروژیه، شرکت نروژی، دزدی ها و اختلاس هایی کردن، اینا کارآفرین هم میگه نباید اینا رو زندان کرد، نباید ناامنی برای اینا چه ایجاد کرد، باعث فرار سرمایه میشه. خب باید صحبت ما این است که اصلا چیکار باید کاری کرد که سرمایه دست اینا نیفته. با سوداگری، با دزدی، با اختلاس، با اینا سرمایه ها رو اینا اینجوری به دست میاره. واقعیت اینه که مفسدان دانه درشت اقتصادی همواره از حمایت جریان اصلاح طلب برخوردار بوده. عنوان نمونه، روزنامه شهر در سال 99 اردیبهشت در گزارشی با عنوان امامی طلبکار شد، به تعطیل محمد امامی تهیه کننده سریال شهرزاد یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت. این روزنامه اصلاح طلب در گزارشی با عنوان من متهم اشتباهی هستم، به تعطیل بیروز ریختگران بدهکار چند هزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت. حالا ای دائما دوستان از من میپرسن چرا آقای خامنه ای مقابله نمی کنه؟ حتما خودشم یا اینا مثل هزار فامیل رفتن تو هم بقول معروف تیغه دسته خودش نمی بره چا اینا برچی بهش میگم آقا یه همچون مافیای مخوفی است که با تمام قدرت به اصطلاح میتونن کارشکنی کنن، میتونن اختلاس کنن، روزنامه های گسترده دارن، افکار عمومی رو چیز میکنن، مورد حمایت کامل روزنامه های و نشریات خارجی هستن. همین خاندان لاریجانی که یک مافیای خاندان لاریجانی هست، خب مافیای خاندان مطهری که اینا با هم پیوستن، مافیای بیت منتظری که الان بیه خود منتظری نیست ولی بیتش دست مافیای چی هستش، این فولاد اصفهان، اینا حزب مشارکت نه کارگزاران مشارکت، این اسمش الان یادم رفت، معروف دیگه، بذار تیم اصلاح طلبات، این ما حتی بیت خود خمینی، بیت خود خمینی دست کیه؟ اینا همه با هم یه کاملا در ارتباط با هم هستن، یه مافیای روحانیت وحشتناک درست کردن و به همین دلیل عبور از این مشکلات بسیار سخت و دشوار است. مقاومت میکنن، جو بین المللی، حمایت بین المللی و همه اینا را دارن و به دستور خود اینها است که این به اصطلاح چی است، این تحریم ها شروع میشه و ابتدی میشه. تو جریان 88 اصلاح طلبا بودن پیشنهاد تحریم ایران رو دادن، گفتن نباید به صورت واکسنی این کار کرد، یعنی آرام آرام، بلکه به صورت ضربه شوکی باید وارد کرد که چیکار کرد،
آقای اوباما 4 نوع تحریم گردن کلفت رو بر ایران غالب کرد. خب یادتون نمیاد؟ به همین دلیل ما با یه همچون پدیده روبرو هستیم و اینها در این راستا حرکت میکنن. خب و به اصطلاح به عنوان مثال میگم مشارکت اصلاح طلبان با آمریکا برای تحریم مردم ایران، سناریو نویسی کاسبان تحریم و اینها رو دنبال بکنیم. در همین رابطه در روزهای گذشته فعالین و رسانه‌های اصلاح طلب مثل همین مسئله مصدومیت خانم گوهرعشقی رو به شدت چیز کردن. حالا هرچی فیلم جلوشو میذاری چیز میکنی؟ نه، نمیتونم با رسانه‌هاشونم دروغ رو به راست تبدیل کنم. من حس همدردی دارم با پیرزن، مثل مادر خودم فکر میکنم مادر آقای ستاربشتی نباشه، مادر بزرگش باید باشه. ولی در هر صورت اینا راه افتادن و چیز کردن. خب و حالا عبدی چی گفته، تایزاده چی گفته، عبدهی چی گفته، نمیفهم همه اینا رو که چون وقت محدوده من دیگه به جزئیاتش نمیپردم. زیبا کرام چی گفته، تمام اینا به اصطلاح شاهدش هستیم. خب قبلا هم همچه دروغایی رو اینا گفتن. از ترانه موسوی تا گوهر عشقی رو دنبال بکنیم، خب اینا استاد دروغگویی هم هستن. آیا این اولین باری که اصلاح طلبا به اصطلاح با رسانه های بی بی سی و سعودی انترنشنال و آمریکا و اینا چیز میکنن؟ تنها در یک نمونه در سال 88 در بازی همین آشوب 88 در راستای این پروژه به عنوان کشته سازی ادعا شد که سعیده پور آقایی پس از دستگیری شکنجه مورد تجاوز واقع شده توسط بسیجی ها و سوزانده شده و در قطعه 302 بیجزرا دفن شده. خب این رو گفتم. اما چندی بعد معلوم شد این دختر که از خانه فرار کرده بود شناسایی و به خانوادهش تحویل داده شد. ایشون در گفتگو با رسانه رسمی ماجرای فرار خودش و تلاش برخی برای سوء استفاده از رو اینگونه بیان کرد. روز 13 تیر از خانه بیرون رفتم چون در اوف بود و مادرم ممانعت میکرد. از دست پریدم پایین و پایم شکست، بردنم بیمارستان و فلان. اینا کشتنش و فلان رو روزنامهش کردن، به بی بی سی و اینا هم رسوندن. از این نمونا بسیار زیاده که یکی یکی من بخوام براتون بگم فلان تا آخرین سناریو هم که این مردک نمیدونم والا چه اسمی بهش بودن، محمد نوریزاد، یعنی فیلمش هم دارم، یه فیلمی با صحنه گریم شده اصاب دست داره میاد، درست همون زاویه وارد میشه با فاصله کوتاهی با خانواده و دوستانش که منتظرش هستن. آقای فضا یعنی شالاتان هایی هستن، اینا فیلم ساز هایی هستن با این مشخصات. خب اینا خلاصه در جریان این چیزا شاهدش هستیم که در همان مقطع که جریان 88 هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران واشنگتن پست پرسیده بود که قطعنامه 1929 شورای امنیت علی ایران چه اثرات قابل توجهی داره. گفته بود این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده بود و میگه اونا گفتن که برای اینکه تحریم مؤثر باشه باید به صورت شوک وارد بشه که فلج بکنه، نه به صورت واکسن. اینا چیزی هست که به اصطلاح خود خانم کلینتون توی چیزاش نوشته و گفته. یعنی این همین بازی رو راه انداختن تا قطعنامه شورای امنیت رو در رابطه با حقوق بشر به ایران چیز بکنن. خانم گوهرعشقی رو انداختن،
اصفهان رو راه انداختن، تمام این بازی رو راه انداختن تا به قول معروف بستری فراهم بشه به لحاظ ذهنی و روانی برای حمله به ایران، تا دست اسرائیلی ها برای توجیه حمله شون یا توجیهات اینا به کار بره. اینجاست که من متاسف میشم که جامعه روشنفکری ما، جامعه کشور ما به چه روزی افتاده و به اصطلاح چیز بکنن. حالا اگر به قول معروف اختلاس کرا رو بگیرن، این ژنهای برتر رو چرا گرفتی، این کارآفرینا رو گرفتی، باز صد رحمت به آل کاپون، صد رحمت به آل کاپون که باز چهار تا شغل ایجاد میکرد و حدود خروجش از قانونم در صورت ویسکی ممنوع شده بود تو آمریکا یا الکل یا چی، این نهایتش این رو زیر پا میذاشت و قاچاق میکرد. اینا اصلا رو آل کاپون رو سفید کردن، این خاندان های آنچنانی به یه مافیای گنده رو وجود آوردن. پس بنابراین اینا صحبت این که همزمان با تهدیدات اسرائیل برای حمله اینا میگن که در ماهای آینده اعتراضات شدیدی رو خواهیم داشت. در این رابطه دارن سازماندهی میکنن، یعنی ژانویه آشوب، ژانویه فلان. الان آشوب شده چیه؟ هم استراتژی و هم تاکتیک. یه زمان احمدزاده از رهبران فدایان نظریه داده بود تحت عنوان مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک، و نظریاتش در صورت سر جای خود. ولی الان داخل و خارج استراتژیشون آشوب، هم استراتژی هم تاکتیکه. در همین رابطه محمود صادقی نماینده اصلاح طلب و حاشیه ساز مجلس دهم که برای انتخابات مجلس 11 رد صلاحیت شد، به تازگی با ایلنا که مال اصلاح طلب هست مصاحبه کرده، در پاسخ به سوال تلفنی به جهتدار خبرنگار ایلنا در اون که فاصله اعتراضات مردم کمتر شده و بعد از دیماه 96 آبان 98 وقفه حدوداً دو سالی به وجود اومده و اینا علتش بیماری کرونا یا چی میگن این بیماری است، میدونم که تجمعات چیز کرده. نماینده اصلاح طلب در این گفتگو پیشبینی کرد که اعتراضات در ماه آینده اوج خواهد گرفت. در این حال برخورد با عوامل آشوب مسلح در ماجرای اصفهان، برخورد با اعتراض مردم گفته شده که به اصطلاح اونجا همیشه تیم آشوب هست دیگه، توی اعتراضات مردم رو از حالت صنفی ارتقا بده به حالت سیاسی، از حالت سیاسی ارتقا بده به جنگ خیابانی و انقلابی و شورش و اینجور چیزا، این پدیده رو وجود داره. خب با توجه به این اوصاف دولت کنونی که الان ظاهراً بر مسیر صنعتی شدن داره حرکت میکنه، اینم یک گفتگوی داشته باشیم و بحث پایان ببریم. آیا میشه همینجوری صنعتی شده یک کشور؟ شما به تاریخ سرمایه داری نگاهی بکنید، ببینید حالا انگلستان به عنوان نمونه، بدون انباشت اولیه سرمایه، سرمایه داری رشد نمی کنه. انباشت اولی رو چجوری به دست آوردن؟ یعنی سرمایه یک دست سرمایه دار بره که بره کارخونه بزنه، که بره دولتی کار بکنه یا فلان، با سخت گیری ممکن. توی انگلستان کتابی از آقای فریدریش انگلز، این رو بخونید، وضع طبقه کارگر در انگلیس در سالهای 1800 و مثلا 50-60 نام باید این کتاب نوشته شده باشه، یا 1870. در صورت شما به توصیفاتی در اونجا میبینید وحشتناکه.
که کودکان با روزی 12 ساعت کار تو کارخونه به کارش میگرفتن. تو خود آلمان برید نگاه بکنید تا سال 1903-4 وضع کودکان کار در آلمان که به چه ساعتهای طولانی کار و وحشتناک. از این طریق سرمایه اولیه برای انباشت درست میشه و بعد در اروپایی ها این توحش و بربریتی که در غارت کشورهای جهان صورت دادن برای انباشت اولیه است که صورت گرفته. یعنی هیچ کشوری در جهان وجود نداره بدون انباشت اولیه که متمرکز بشه رو صنایع چیز بود. بدون انضباط امکان نداره، بدون قانون امکان نداره. به عنوان مثال میخوام بزنم که مثلا تو ژاپن، در لحاظ فرهنگیش بگم، بعد از جنگ جهانی دوم طبیعتا آمریکا وضعیت بسیار ویژه‌ای داشت. خب اگر من بخوام مکس بکنم روی این قضیه، آماری به شما بگم چه وضعیت طلایی داشت آمریکا که چند درصد به اصطلاح چیز رو در اختیار داشت، وضعیت جهانی. خب بیش از 50% تولید ناخالص جهان رو آمریکا در داشت و بیش از 60% وسایل صوتی جهان. تو صنعت اتومبیل یک تاز بود در سطح جهان و موقعیت به شدت بستانکاری در سطح جهان داشت. خب حالا اینا رو کاری ندارم. توی ژاپن بعد از جنگ بمب اتم خورده، داغم شده، نظم اجتماعی به هم ریخته و سرمایه‌داریش می‌خواد رشد کنه. ماشین شوولت آمریکایی بهترین ماشین جهان بود. تو آلمان ماشینا آلیاژ فلزاتشون آلیاژ نداشت. یعنی صنعت فولادشون در بتاقون. اتومبیلاشون با بخار آب را مینداختن. سوخ نداشتن. یعنی همچون. بعد ماشین آمریکایی توی ژاپن 8000 دلار بود. ماشین ژاپنی را انداخته بودن بسیار بسیار وضع فلاکت برای 16000 دلار. خب مردم ژاپن چیکار میکردن؟ پول داریم مثل ایرانی ها، بریم مرسدس بنز بخریم، پراید کی میخره؟ مردم ژاپن شوولت آمریکایی که نصف قیمت بود با کیفیت عالی نمیخریدن، ماشین ژاپنی میخریدن. از این طریق از صنعت اتومبیلشون حمایت کردن. یه فرهنگ میخواد و چیکار کردن؟ الان ژاپن بزرگترین تولید کننده و صادر کننده اتومبیل جهان. یعنی شما برید، تصادفی نیست که یک کشور چیز میکنه. کره جنوبی، کره جنوبی میکنه. برید نگاه بکنید، همین دیکتاتور کره جنوبی 18 سال حکومت کرد. بزرگترین جهش اقتصادی است. توی کارخونه ها سرباز خونه درست کرده. یعنی کارگرا تو تختای 3 طبقه میخوابیدن و یه هفته تو کارخونه بودن. یعنی بدون ریاضت اقتصادی و بدون انباشت اولیه سرمایه جد. تو که نمیتونی چیز بکنی، انباشت اولیه داری؟ کجا؟ پول نفت رو میخرید و میبرید تو بودجه. اگر تونستی روزی برسی که 50% درآمد نفتت رو به اصطلاح بردی روی توسعه، یعنی وارد بکنی چی میگن کالاهای صنعتی، یعنی کارخونه، اینا رو وارد بکنی، نه کالاهای واسطه‌ای، نه کالاهای مصرفی. تمام زندگی شده کالاهای مصرفی، این اشرافیت کثیفی که اینا دار دست آوردن، مگه گذاری میذارن که مملکت صنعتی بشه؟ تا میخوای حالا از چین بخری، کالای چینی، تا میخوای از اینجا بری، مگر فکر میکنین این چین و هندوستان کی صنعتشون کرد؟
شوروی. 10 سال بزرگترین ترانسپورت صنعتی در زمان استالین به طرف کجا میره؟ به طرف چین میره. تمام صنایع سنگینشون، فولادسازی، همه از شوروی. هندوستان هم همینجور که الان بزرگترین صادرکننده فولاد جهانه، هندوستان از کجا آورد؟ آقای نهرو این نیمد چیز بکنن دیگه، دید که غربی ها نمیدن، رفت طرف شوروی. شوروی از کجا آورد انباش سرمایه شو؟ شوروی هم 2 خط بود، 1 خط بخارین بود که 37 جلد هم کتاب داشت، آدم دانشمندی هم. اون میگفت از صنایع سبک شروع کنیم، مصرفی. استالین میگفت نه، از صنایع سنگی، چون پیشبینی استالین بر این بود که به زودی جنگ خواهد شد و اینا آلمان ها شکست خودشون تو جنگ جهانی نمیپذیرن، جنگ خواهد شد، باید به صرف صنایع سنگی بریم و باید انباشت سرمایه باشه. این پدیده کولاکا، موژیکا، چی میگن که خورده برجوازی روستا را ترتیبشون دادن به اینا، با خشونت امکان پذیر شد و پیشبینی دوستان درست داره من، چون بدون صنایع سنگین شوروی نابود میشد، روسیه خاکش به توبره میکشیدن. انباشت سرمایه در چین چجوری وجود اومد در زمان ما؟ به اصطلاح با خشونت تو هم بود با همه اینا، و ما فرهنگی درست کردیم، نفت داریم تا داریم میخوریم. خواب تو خواب ببینی تو سنتی بشی، تو خواب ببینی که بنا. قوانین تو خود آمریکا، تو خود انگلیس، تو خود اروپا، تو آلمان بیسمارک میگفت که با مشت آهنین اومد جلو، میگفت طلا هر کی داره ثروتمند نیست، هر کی فولاد داره ثروتمنده، کارخونه های فولاد سازی. و درست میگفت، یعنی صنعت طلا جمع کردن ثروتمند نمی کنه تو رو، میگه هر کس فولاد بیشتر تولید کنه طلاهای اون بابا رو میگیره ازش. اینجور هم درسته. و آلمان با مشت آهنین، آلمان مولکول توایفی بود، با مشت آهنین بیسمارک چیکار متحد شد؟ تو ژاپن، تو هر جا من نگاه میکنم، تاریخ میخونم، فلان میخونم، اینجوریه. با این شیو حمید رضا شاه که میگین آغاز صنعتگری کشور بود، با چی؟ با مالیات بستن به قند و شکر تونست راهن بکشه. بدون این هم میمه حالا این دوباره فریاد بذاره آقا مالیات فلان. خب میخوای صنعتی بشی؟ میخوای نه، نمیخوای بشی. میخوای راهن داشته باشی؟ میخوای نداشته. بره قرض کنه مثل قاجارا، قرض کنه از بانک استقراضی، از بانک به اصطلاح مال روسا، از بانک شاهنشاهی مال انگلیسی ها، بعد برداری سفر اروپا بره فلان بره. اون کاری که الان داردسته رفسنجانی و این اصلاح طلب ها و اینا، پول داریم سفر کنیم آمریکا، کانادا، پول رو برداریم ببریم. با این صنعتی نمیشه پدرشا، امکان نداره. با توجه به این توصیفات الان به اصطلاح وقتی که من نگاه میکنم، همین الان دولت کنونی را بگم، خب یه سری حرفای این برابر زده میشه و قالیباف بلند میشه میره ترکیه، اون حرفای نادرست رو میزنه، اون برخورد تحقیرآمیز اردوغان باش میکنه و فرش گران قیمت نفیس میبره به اون میده و فلان، بعد یه کتاب اردوغان بهش هدیه میده، اینه توهین‌آمیزه. دست از این کارا بردارید. یا اینکه همین الان شرکت هپکو که موزر چند ساله است در رابطه با اون جنبش کارگری فعالینه، میانگین سواد در شرکت هپکو بسیار بالای دیپلمه، به کارگراش همه فنی و هر با سوادن، لیسانس ها و اونا اونجا کارگری میکنن. خب نگاه بکنی همین الان که این شرکت رو آقا میخواین خودکفا بشی، باید قانون حفاظت گمرک قانون از اینا حفاظت کنن، واردات کالاهایی که در داخل ساخته میشه ممنوع بشه، با قدرت جلوشی گرفته بشه. حالا کالاهای مصرفی، کالاهایی که حیاتی است نمیتونی داخل تولید کنی یا مشکل داری، بسیار خوب قابل فهمه، قابل فهمه، مثلا خوراک دام، خوراک طیور و اینا که هنوز نترسی. ولی من نمیدونم چرا توی وضعیت کنونی به جای حمایت از شرکت هپکو
برداشتی ماشینالات راهسازی و معدنی رو به سه وارد میکنی. به چه دلیل؟ خب وارداتش هم ممنوع که ظاهرا باید کرده باشی، اما چگونه اجازه میدید ماشینالات دست دوم از امارات وارد بشه؟ پدر شرکت هپکو رو در نمیاری؟ همین بلا رو میتونین روی شرکت نفتپه نیشکر درست کردن. آقایون رفتن مافیای شکر درست کردن، واردات خارجی شرکت نیشکر صنعت نفتپه رو به خاک سیاه نشوندن یا هر چیز دیگر رو. خب امروز بازم مسیرهای منتهی به اسکله بندر شهید رجایی شاهد واردات ماشینالات راهسازی و معدنی. این در حالی که طبق دستور رئیس جمهور در دیدار با مجمع نمایندگان استان مرکزی و در راستای حمایت از تولید داخلی هر گونه واردات ماشینالات راهسازی و معدنی ممنوع شده. اینا چه کلکی میزنن؟ اینا دست دوم از امارات میارن، شامل این نشه مثلا. خب بعدش عمر 5 ساله کردن این ماشینالات و اینا. واردات ماشینالات راهسازی در حالی که همچنان تداوم داره، به قول معروف از دامپرها گرفته تا بولدوزر و نمیفهم گریدر و نمیفهم ماشین های مختلف دیگه. خب علی رغم نظری در گفتگو با خبرنگار فارس در قمین مجمع نمایندگان استان با رئیس جمهور بسیار گفته داشتن، احتمال ورود 12,000 دستگاه مستعمل با کاربرد بالای 5 سال رو برای وارد کرد. یعنی مافیای واردات بگه ولکن است؟ مگر این مافیای تجاری ولکن است؟ تا اینا هستن قدرت دارن میتونی صنعتی بشی تو؟ تا این ها هستن امکان نداره. یعنی به اصطلاح با جایی که حمایت کنی از شرکت هپکو و بعد مصرف کننده داخلی رو فرنگش. الان شما بردار یک به اصطلاح لباس بسیار زیبا با استاندارد بالی مارا درست کن، بعد روش بنویس میدن ترکای یا ساخت ترکی. خب یه لباس بردار همون مدل مثلا از دیگه تاپ ترین این شرکت های معروف جهان، واقعی بنویس روش میدن ایران، ساخت ایران. فرهنگ ما طوری است که ترکیه رو ترجیح میدیم، اون اسم ایران که میاد نمیخریم. الان وضعیت اینجوریه. یعنی این صدا و سیما، این دولت، این حاکمیت، این بیوجدان ها باید پربند فرهنگ سازی کنن. صنعتی شدن بدون فرهنگ سازی امکان نداره. گفتم نمونش به اصطلاح چی از ژاپن رو گفتم، همه جا بدون قوانین سفت سخت گمرکی و حمایت از تولید داخلی حمایت قانونی امکان نداره. آمریکا این کار کرد، انگلیسی کار کرد، آلمانی کار کرد، ژاپن، هر کسی گیچ کرده، چینیا همه کار کردن. در صورت الان من وارد این چیز نمیشم، امیدوارم که اینا بتونن، این آخرین شانس ماست که از این مرحله عبور کنیم. برای اینکه از این مرحله عبور کنیم تک تک روشن فکرهای ما داخل و خارج باید فرهنگ سازی کنیم، همون فرهنگی که کالای داخلی رو ترجیح بده به کالای خارجی. منافع شخصی رو باید بذاره کنار، منافع گروهی رو چیز بکنه و نره به این سمت که این صنعتی شدن یه چیزی هست که هر دولتی که بیاد باید این کار انجام بده. اگر بخواد اگر دولت دست نشانده چلبی و کرزا و اینا و نولیبرالیست نباشن. پس بنابراین تو این زمینه حداقل اگر با رژیم تضاد دارید در این کارها حمایت کنید و طرف دزدا و طرف اختلاسگرا رو نگیرید در عناوین مختلف. والله در صورت سپاسگزارم ازتون، طولانی شد ببخشید، بر صورت نمیخواستم اینقدر طولانی بشه.
موفق باشین. تا برنامه دیگه که به این مشکلات بپردازیم. من نه طرفدار سیاه‌نمایی هستم نه طرفدار سفیدنمایی که بگم آو ایران الان ابرقدرت جهان فلان اینا، اینا هم نیستم. انتقاداتم هم میکنم، مشکلاتم میگم، فلانم میگم و با سیاه‌نماها هم مرزبندی روشنی دارم شدیده. سیاست منم سیاست داداش شلوغ کن، آشوب، هم استراتژی هم تاکتیک، هخا بازی. الان یه دیم هخا هم دو نوعه، هخایی که واقعیه بلند میشه یه کارایی میکنه خودشو در دیم میدن، یه سری هم ادای هخا رو در میارن، سنشون بالا رفته مثل من دیگه نمیتونن کارهای دوران جوانی رو بکنن، چیکار میکنن توی این میکده ها و اینا خارج کشور میشینن و ادای هخا بازی رو در میارن. مثل سابقم دهه 40-50 یه سری تو چریک بودن تو ایران، اونجا چریک واقعی بودن، سیانور زیر زبانشون بود و نارنجی که انفجاری داشتن تو خیابونا می جنگیدن. یه سری تو اروپا چیکار میکردن؟ آبجو میخوردن و آرق چریکی میکشیدن. الان هم یه وضعیت اینجوریه و اینا فقط آشفته فکری ایجاد میکنن و همون مشکلاتی رو که گفتم ملت رو از لحاظ اخلاقی به زوال میکشونن. در صورت ملتی که میخواد سر پاش بیسته باید منضبط، مقتدر، با اراده، با چشمنداز، امیدوار، با اینها باید باشه تا بتونه چیکار بکنه از پس این مسائل بر بیاد. دیگه اسرائیل برای ما شاخشونه نکشه، چون اون داره شاخشونه میکشه که گفتم روی اقتصاد به اتکا به این آلکاپونای داخل کشوره. سپاسگزارم. تا برنامه دیگه در خدمت عزیزان خواهم بود و از حمایتتون، کمکاتون و حمایتاتون سپاسگزارم. پیروز و سربلند باشید دوستان.